اتریش شنبه 4 آبان ماه 6 زندانی سیاسی سپیده قلیان، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از زندان حکومت اسلامی آزاد شدند. در اوین وقتی ساناز اللهیاری و مرضیه امیری در حال خداحافظی از زندانیان سیاسی در بند هستند، صدای شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد بلند می شود و زندانیان سیاسی که بعضاً ماه‌ها و یا سال‌هاست در سیاه‌چال‌های حکومت اسلامی اسیر هستند با روحیه بالا و عزمی جزم اعلام می کنند همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. بله، این بخشی از روحیه عمومی مردم در ایران است. همه می دانند این حکومت رفتنی است. حتی قاضی مفتخور حکومت اسلامی که برای 6 نفر زندانی سیاسی که دیروز به قید وثیقه آزاد شدند مجموعاً حکم 105 سال و 6 ماه زندان را صادر کرده، او نیز می‌داند که عمر این حکومت به پایان رسیده و درست به همین دلیل است که حکومت اسلامی ده‌ها و ده‌ها نفر از رهبران کارگری، دانشجویان، زنان، معلمین و منتقدین اسلام و حکومت را به بند کشیده و با صادر کردن احکام سنگین زندان و سپس وثیقه‌های میلیاردی می‌خواهد صدای اعتراض مردم را ساکت کند. جرم این جوانان این است که حکومت اسلامی را قبول ندارند. با سیستم، با فرهنگ و اخلاقیات، با دزدی و اختلاس و سرکوب و به بند کشیدن آزادی اندیشه و هنر و خلاقیت مخالفند. جرمشان این است که دست به ریشه میبرند و خواهان نظامی مبتنی بر آزادی، رفاه، خوشی و شادی برای همه مردم هستند. آرمان‌هایی که به مزاق این حکومت و همه حکومت‌های استبدادی در تاریخ خوش نیامده و با همه قوا آن آرمان‌ها و خواست‌ها را سرکوب کردند. تفاوت در ایران اینجاست که 40 سال است این مردم در همه عرصه‌ها مشغول مبارزه با این حکومت هستند و نسل جوان امروز آرمان‌های نسل قبلی را پی می‌گیرد که با سرنگونی حکومت پهلوی خواهان ساختن یک دنیای بهتر بودند. آزادی 6 زندانی سیاسی از زندان حکومت اسلامی یک بار دیگر نشان داد که اعتراضات در ایران و در دنیا می‌تواند مؤثر باشد و باید کاری کنیم که همه زندانیان سیاسی را آزاد کنیم. به خانواده این 6 نفر، به دوستان و آشنایان آنها و به همه مردم ایران تبریک میگویم به امید روزی که در زندانها را باز کنیم و همه زندانیان سیاسی را آزاد کنیم. آن روز دور نیست.